دشمنی قومی در کندوز پس از 16 سال درگیری به صلح انجامید. پس از حدود 16 سال دشمنی میان دو خانواده در کندوز و با وارد شدن تلفات خسارات بر دو طرف سرانجام با پادرمیانی عالمان دین و بزرگان اقوام با هم صلح نموده و به دشمنی و خصومت نقطه پایان دادند. برخی از علمای دین که در مراسم آشتی این دو قوم شرکت نموده اند، صلح آشتی و همدیگر پذیری را در میان مسلمانان از نیازهای مهم و اساسی دانسته، از همه مردم به ویژه خانواده های متخاصم خواستند تا به صورت برادروار به زندگی خیش ادامه دهند. سلهاو کلونه پنځوس کلونه شپته کلونه دا به قبیلې په قبیلې باندې جنګونه به و، جنګ و جګړې به وي، دښمنۍ به وي تر ډېر وخته پورې. در بین الوکوزی و فلانزی جنجال انداخته. ای همه اختلافات سببش از اسلام دور بودن. از سوی هم بزرگان این دو خانواده درگیر میگویند که سالها با هم دشمنی داشتند که در این مدت زمان تلفات و خساراتی نیز متقبل شده بودند و گفته آنان بعد از پادرمیانی عالمان دین و بزرگان اقوام آنان تن به آشتی داده و به دشمنی 16 ساله نقطه پایان گذاشتند. آقا دوستان آقا کورنۍ سید یو بل سره بدبینی پیدا شوی، لهر وجه نسی پیدا شوی، یه پومنس کی قتل شوی، یه پومنس کی بلی طریق نشخړه پیدا شوی، خفګان پکې راغلی، جدا شوی، دو دوستان د خپل منځ کې جدا شوی دي. هغه دوستان سي دردمند دي، خیرخوا دي، هغه راجمکی خل راجمکی کې نه سي درازي دي، دوی په منځ کې څنګه وکړل شو چې صلح وکړي. از سوی دیگر قاری بختیار معاذ قمندان امنی کندوز با استقبال از پایان خصومت این دو خانواده که پس از سالها با هم سال نموده اند میگوید که نقش عالمان دین و بزرگان اقوام در این گونه مسائل خیلی مفید و ارزنده می باشد. دی قومونو او دی منگو دی تاسی دی مسلمانانو بیا بالخصوص دی ولایت دغه مشکلات سره ختمیږي، او هغه هر هغه څوک کاغه او د موږ او تاسو علما دي، سپینګری دي، عام خلک دي چې په دې کې د خیر منډه کړي، که هغه مالی وي، جانی وي، یا خبر اب کې کړي، الله رب العزت دې ته خیر اجازه دوی ته خیر اجازه ورکړي. این دو خانواده در ولایت کندوز در حال پس از گذشت 16 سال با هم صلح می کنند که چندی پیش نیز یک دشمنی 10 ساله که در 14 قری ولسوالی خانواده وجود داشت با پادرمیانی علما و بزرگان قومی آن ولسوالی حل و فصل گردیده است.